آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. I was born in Scarborough, East Toronto, and to a Roman Catholic father and a Presbyterian mother. My mother was like Scottish Canadian, and my father was Italian Canadian. من توی کانادا به دنیا اومدم. از یه پدر رومانیه کاتولیک که مادرم اسکاتلندی کاناداییه و پدرم ایتالیایی کاناداییه. که وقتی یه پسر بچه بودم با برادرها و خواهرش به کانادا اومدن. من یه جای بین این دو روش زندگی به دنیا اومدم. I grew up with my mother, my father, my grandmother, and I had a sister as well. من با مادر، پدر، مادر بزرگ و خواهرم زندگی می کردم. از طرف مادری هیچ آشنا و فامیلی نداشتیم. ولی از طرف پدری 5 برادر و 5 خواهر داشت که خیلی هاشون تو کانادا زندگی می کنن. و در واقع کلی فک و فامیل داریم. وقتی بچه بودیم وقت زیادی رو با فامیل میگذروندیم و از اونجایی که خیلی با قسمت ایتالیاییم ارتباط برقرار کردم من به یک مدرسه کاتولیک رفتم از دبستان تا دبیرستان و از اون طرف همچون مادر بزرگم با ما بود که در واقع مادر مادرمه از اصل اسکاتلندی و پروتستانه به کلیساهای پروتستان ها می رفت من هم بعضی اوقا باهاش می رفتم و تو فعالیت ها شرکت می کردم چون اونجا یکم جذابتر بود از کلیساهای کاتولیک وقتی بزرگتر شدم شروع کردم به رفتن به کلیساهای کاتولیک چون در واقع فکر می کردم به اونجا تعلق دارم My mother passed away when I was 14 I was very very close with my mother me and my sister we were not as close with our father. We had problems getting along with our father, and so that didn't increase. وقتی 14 سالم بود مادرم فوت شد و من و خواهرم خیلی به مادرم نزدیک بودیم و اونقدر به پدرم نزدیک نبودیم که باعث شد وقت بیشتری رو با پدرم بگذرونیم. من اون موقع 14 سالم بود و این سنی که بیشتر با دوستات میگذرونی برای آینده تصمیم میگیری فکر میکنی که به چه دانشگاهی بری ولی چون مادرم تو بیمارستان بود حالش خیلی بد بود و ممکن بود هر لحظه بمیره هر روز بعد از مدرسه یه راست میرفتم بیمارستان این کار هر روز من بود هر روز هفته اونجا بودیم تا اینکه بالاخره فوت کرد نمیخواستم خیلی با بقیه بگردم وقتی که 23 سالم بود اون موقع متوجه نمیشدم که چقدر داره روز زندگی و ارتباطاتم و تصمیماتم تأثیر میذاره. بیرون میرفتم مشروب میخوردم، سیگار میکشیدم و از این جور کارا و نمیتونستم ترکشون کنم. نه به خاطر اینکه دوستشون داشتم یا برام خوب بود، ولی چون چیزی بود که تو 10 گذشته انجام میدادم و تمام ارتباطاتم به اون روش بود. کسایی که در واقع اون موقع دوستان بودن، تمام وقتشون رو با این چیزا میگذروندن. حقیقت زندگی رو فراموش کنند. و اونا کسایی بودن که من باهاشون ارتباط داشتم و نمیتونستم ولشون کنم چون هیچ کس دیگر رو نداشتم. And I moved to a community that was of culturally diverse, religiously diverse. I mean, I was almost in a culture shock because I'd been sort of secluded in this community. من توی یه مجموعه شرکت میکردم که فرهنگی بود و بعد از اینکه چند سال اونجا بودم با خیلی آشنا شده بودم و از کاتولیک به زندگی مردمی اومده بودم اونجا چند تا دوست نزدیک داشتم که داشتن راجع به اسلام تحقیق میکردن و بعد از یه مدت اونها هم مسلمون شدن و اسلام را قبول کردن من با اونا در مورد اسلام صحبت کردم که البته صحبت خیلی مثبتی هم بود و اصلا اینطوری نبود که با هم بحثمون بشه همه چیز خیلی آروم بود. من ازشون سوالاتی در مورد اسلام میپرسیدم. راجع به اون چیزی که توی اسلام یاد گرفته بودن و اگه من جایی رو متوجه نمیشدن میرفتن سوال میکردن و برمیگشتن و جواب رو به من میگفتن. و از اونجا به خودم میگفتم که اگه این یه چیزی که خدا برای من میخواد من انجامش میدم و هر چیزی که اون بخواد اتفاق میفته. من اون موقع یه ترجمه انگلیسی قرآن داشتم و چند تا کتاب تعریفی راجع به اسلام. بعد از خوندن این کتاب ها راجع به پیامبر و اینکه چه رفتاری داشته و دشمناش راجعش چی میگفتن و اطرافیانش سوال کردم و واقعا احساس کردم که یک دروغگو نبوده بعد از اینکه یقین پیدا کردم که پیامبر حتما راستگو بوده شروع کردم به یاد گرفتن قرآن و دستورات دین اونجا من داشتم سعی میکردم که نماز رو یاد بگیرم که چجوری نماز میخوندن یه روز رفتم که یکی از دوستان دوران جوانی رو ببینم که میدونستم مسلمونه ولی میدونستم که زیاد پایبند به دین نیست من رفتم پیشش و ازش پرسیدم که شما چجوری نماز میخونید چون میدونستم که یک قید و بندهایی داره و میپرسیدم کی مسجد میرید میگفت پنجشنبه میگفتم میتونم باهاتون بیام و اونم میگفت آره
بالاخره رفتیم اونجا. یادم نمیاد که نماز مغرب بود یا عصر. وقتی رفتم اونجا و نماز خوندن مسلمان ها رو دیدم، مثل این بود که یه چیزی توی من تغییر کرده و هر بهونه هایی که اونجا داشتم از بین رفت، چون خیلی راجع به تمرکز نفس و از اینجور چیزا تحقیق کرده بودم. وقتی اون رو دیدم مطمئن شدم که امکان نداره یه نفر این رو از خودش در آورده باشه. این یه چیز من در آوردی نیست، حقیقته و باید یک دانشی پشتش باشه. و اونجا بود که برای اولین بار نماز خوندم و برادرهایی که اونجا بودن تبعیت کردن تو نماز. کمی بعد از اون امام توی مسجد سخنرانی کرد. بعد از اون هم من شهادتین رو دادم. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخرین.